در روزهای اخیر گزارش‌هایی داشتیم از اعزام نیرو از سوی حکومت به شهرهای مختلف ایران، از جمله شهرهای ارومیه، بوکان، مهاباد، سقز، دیواندره، سنندج، مریوان، کامیاران، جوانرود، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، ایلام و آبدان، مناطقی که بیشتر نیروهای زیادتری به نظر میرسه که اونجا بر اون مناطق ارسال شده و گفته میشه که جو این شهرها به شدت نظامی امنیتیه. از سقز زادگاه مهسا جینا امینی تصاویری که انگاو از فضای شهر منتشر کرده نشون میده که نیروهای سرکوب از دو روز مانده به سالگرد مهسا در مناطق مختلف شهر مستقر شدن. همچنین تصاویری منتشر شده که نشون میده هلیکوپترهای نظامی به طور مستمر بر سطح شهر مشغول گشت‌زنی هستند. انگاو از احتمال برقراری یک حکومت نظامی در سقز خبر میده و البته اون بحث حصار و یا نردکشی در اطراف نهادها و ساختمان‌های مهم حکومتی همچنان ادامه داره. نزدیک سالگرد مهسا، رژیم تبهکار جمهوری اسلامی انقدر از خودش ترسیده و از مردم ترسیده که مواد و شلوغی چیزی انجام بدن، داره صدا و سیمای کردستان رو دور تا دور حصار میچینه. این حصارا همشون تازه است. اینا همش تازه است. دارن حصار میچینن که مبادا شلوغی بشه، صدا و سیما دست مردم بیفته. باید اشاره کنیم این جو امنیتی و این رویه فقط در استان غربی ایران نیست، از جمله در تهران هم از نقاط مختلف شهر تصاویری منتشر شده که نشون میده نیروهای حکومتی از دو روز مانده به سالگرد مهسا جینا در آماده باش کامل قرار دارن. ویدیوهایی که از میدان تجریش و تهران پارس منتشر شده این رو نشون میده. در دیگر اقدامات حکومتی و فشار جمهوری اسلامی بر خانواده دادخواه، برادر آیدا رستمی از کشته شدگان اعتراضات 1401 خبر اومد که بازداشت شد. در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر فعالان مدنی، قربانیان و خانواده‌های دادخواه، آرمین رستمی، برادر آیدا رستمی از کشته شدگان اعتراضات سال 1401 روز چهارشنبه 22 شهریور بازداشت شد. آیدا رستمی بسیاری به یاد دارند، پزشک امدادگر معترضان مجروح، پس از شناسایی توسط ماموران حکومتی ناپدید و سپس جسد او با چشم تخلیه شده و آثار شکنجه بر پیکرش به خانواده تحویل شد. یک مورد دیگه هم دقایق پیش منتشر شد. خاله و برادر سارینا سایدی، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان اعتراضات 1400 کشته شده بود، هم دقایق پیش در بهشت محمدی سنندج بازداشت شدند. اما در فضای دانشگاهی هم تعلیق دانشجویان در آستانه سالگرد اعتراضات ادامه دارد. جمله شورای صنفی دانشجویان کشور روز پنجشنبه اعلام کرد که کمیته انضباطی دانشگاه بیرجند در یک هفته گذشته برای دست کم 15 دانشجو حکم یک ترم تعلیق صادر کرده. در دانشگاه امیرکبیر هم بر اساس گزارش ارسالی که برای ما داشتند، گفتند که در یک سال گذشته دوربین‌های نصب شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزایش چشمگیری داشته و تعداد این دوربین‌ها در محوطه دانشگاه به بیش از 78 دوربین رسیده. به گزارش کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر، عمده این دوربین‌ها به ترتیب مربوط به جلوی سکوی دانشکده پلیمر در پای ورودی دانشگاه و حد فاصله بلوار اصلی دانشگاه تا جلوی تابلوی تشکل‌های دانشجویی و در مسیر اعتراض دانشجویان قرار داده شده. از جمله استفاده‌هایی که تاکنون گفته شده از این دوربین‌ها شده، شناسایی دانشجوها برای بازداشت و همچنین تنبیه انضباطی بوده و حتی گفته میشه که در بازجویی‌ها هم به این دوربین‌ها و تصاویر ضبط شده استناد میشه. البته اونها افزودن که این 78 دوربین بدون اعتصاب دوربین‌های داخلی محیط‌های آموزشی و دوربین‌های دانشکده‌ای، محیط سلف سرویس دانشجویان و خوابگاه‌های دانشجویی بوده. این کانال همچنین مدعی شده که تصاویر این دوربین‌ها در اختیار نیروهای امنیتی بیرون از دانشگاه نیز قرار می‌گیره که برای نصب و راه‌اندازی اون در واقع بیش نزدیک به 4 میلیارد تومان هم هزینه شده. اما در پایان گزارش هم ناهید مدرسی، خواهر الهام مدرسی، از زندانیان سابق جنبش زن زندگی آزادی، در یک ویدئوی ارسالی برای صدای آمریکا از آنچه او و خانواده‌اش پس از بازداشت الهام تجربه کردن صحبت کرده و به شهروندان توصیه می‌کنه در مقابل اقدامات سرکوبگران از جمله بازداشت عزیزانتان سکوت نکنید. من ناهید، خواهر الهام مدرسی، زندانی سابق سیاسی هستم. در سالگرد جاویدنام مهسا امینی، توصیه من به هموطنانم به عنوان یک خانواده زندانی سیاسی اینه که از اطلاع رسانی کردن نترسین. بیشترین ترس جمهوری اسلامی از رسانه هست و تنها سلاح ما همین رسانه. بزرگترین لطفی که در حق عزیز دربندتون میتونین بکنین رسانی کردن اسمش هست. فریب دروغای بازپرس رو نخورید که برید شنبه آزاد میشه، شنبه تموم میشه، میگه پنجشنبه. در واقع داره زمان میخره برای پرونده سازی.
به امید آزادی ایران از دست حکومت ظالم جمهوری اسلامی. زن زندگی آزادی.